80% قربانیان حادثات ترافیکی در روزهای عید قربان رانندگان موتورسیکل ها بودند. آمار ثبت شده در بیمارستان مرکزی ایراد نشان می‌دهد در جریان 4 روز عید بیش از 250 زخمی رویدادهای ترافیکی به این مرکز درمانی انتقال یافته است. شماری از زخمیان حادثات ترافیکی می‌گویند تیزرانی و بی‌احتیاطی رانندگان موتورسیکل ها علت اصلی بروز رویدادهای ترافیکی است. با این حال پلیس ترافیک حاضر نیست در این مورد چیزی بگوید. حسینی خو گزارش می‌دهد. در جریان از سه روز عید قربان زخمیان رویدادهای ترافیکی برای درمان به بیمارستان هرات انتقال یافتند. آمار به ثبت رسیده در بیمارستان مرکزی هرات نشان می‌دهد در روز اول عید 45 زخمی، روز دوم 58 زخمی، روز سوم 85 زخمی و در روز چهارم عید 71 زخمی رویدادهای ترافیکی به بیمارستان هرات انتقال یافتند که مجموع آنها به 269 نفر می‌رسد. وضعیت صحیح 40% قربانیان وخیم گزارش شده است. اولی حوادث به صورت انفرادی بود که در موقعیت‌های مختلف شهر موجود بود، که هم ما بسرای وقت توسط تیمای آمبولانسی به شفاخانه یوزوی انتقال دادیم. آنگونه که مسئولان بیمارستان هرات میگویند بیشتر قربانیان رویدادهای ترافیکی رانندگان موتورسیکل ها هستند. بر این اساس بیش از 80% زخمیان رویدادهای ترافیکی موتورسیکل سواران هستند. در این اتاق در بخش ارتوپدی بیمارستان هرات از میان 6 تخت در 5 تخت افرادی بستری هستند که با موتورسیکل دچار رویداد ترافیکی شدند. با گشت با جون ما تماس کرده میسه که لحظه که باعث ازی شد که پام بشکنه. بسیار با سرعت بالا اصلا نه دست خور نگاه کرده و نفهمید که ما با کجا برو. همه تو بیان اونمار بهم جلو خبر داشت. در این میان شماری از رانندگان موتورسیکل ها میپذیرند که بی احتیاطی، تیزرانی و عدم رعایت قوانین ترافیکی از سوی رانندگان موتورسیکل ها علت اصلی بروز حادثات رانندگی است. استفاده کودکان از موتورسیکل ها نیز یکی دیگر از مواردی است که سبب بروز حادثات ترافیکی می شود. بیستا وره نگاه میکنی صد تا میره جلو خواه، اگه موتر باشه، سکل باشه، هرچی باشه ور میداره. باعث جانش هم میشه که مثال حادثه میکنه از بین میره، باید احتیاط کنم کمک. خواستیم در مورد بی احتیاطی و تیزرانی رانندگان موتورسیکل ها دیدگاه مسئولان مدیریت ترافیک هرات را هم با خود داشته باشیم، اما علی‌رغم تلاش‌های زیاد و تماس‌های پیهم ما مسئولان مدیریت ترافیک هرات حاضر نشدند در این مورد چیزی بگویند. حسین نیک‌ها، آریانا نیوز، مدیریت ترافیک هرات.